آیا علیپور از وضعیت زندگی اقلیت‌های دینی به ما بگین و اصل 13 قانون اساسی و تبعاتی که برای اقلیت‌های دینی داره؟ آیا اصلا خود این اصل در جمهوری اسلامی رعایت میشه در عمل؟ درود فراوان بر شما. برخلاف تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی، اقلیت‌های دینی در ایران با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری و سرکوب مواجه هستند. حکومت ایران به شدت از رشد باورهای متفاوت در ایران نگران است. در یک حکومت دینی که به جای دموکراسی، تئوکراسی یا حاکمیت دینی زمام امور را در دست داره، خب این چیز عجیبی نیست. گرویدن مردم اون کشور به باورهای دیگه یا حتی خانش‌های متفاوت از دین رسمی کشور مشروعیت اون نظام رو زیر سوال میبره و این حکومت ایران رو مسلماً نگران کرده. به همین دلیل از فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز مسیحیان، بهائیان، یارسان، دراویش، اهل سنت و سایر اقلیت‌های دینی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یاد میشه، یعنی اتهامات سیاسی به اونها زده میشه. این سرکوب ها ریشه در نگاه امنیتی حکومت ایران نسبت به اقلیت های دینی و تبعیض های قانونی بسیاری داره که در قانون مدنی ایران علیه اقلیت های دینی، به ویژه اقلیت های دینی که به رسمیت شناخته نشدن، مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی اعمال میشه. در دوره های سرکوب اقلیت های دینی شدت بیشتری داشته، ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده. پس ریشه اصلی این مشکلات داشتن یک دین رسمی در کشور و نگاه سرکوبگرایانه حکومت ایران است. آزادی دین و عقیده مسلماً زمانی تحقق پیدا میکنه که دین و عقیده فرد جرم محسوب نشه و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشه. در مورد اصل 13 قانون اساسی ایران که فرمودید، این اصل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان رو به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت می‌شناسه و تأکید می‌کنه که اونها در انجام مراسم دینی خودشون آزادن و اجازه دارن بر اساس آیین خودشون زندگی و عمل کنن. ماده 23 از قانون اساسی ایران هم، یعنی اصل 23 از قانون اساسی ایران هم بیان می‌کنه که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رو نمیشه به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. خب این گفته ها زیباست، ولی 200 گفته چون نیم کردار نیست. متاسفانه اصل 13 قانون اساسی ایران کاملا گمراه کننده است. در همین اصل 13 قانون اساسی بهائیان و نوکیشان مسیحی و سایر ادیان غیر رسمی مثل یارسان یا اهل حق عملا از هیچ حقی برخوردار نیستند. پیروان ادیان رسمی یعنی مسیحی زادگان ارمنی و آشوری، اینجا باید این تفکیک رو قائل شد و خیلی مهمه. از پیروان ادیان رسمی یعنی مسیحی زادگان ارمنی و آشوری، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان اهل سنت از آزادی نسبی بیشتری برخوردار هستند و به عنوان مثال اجازه دارند که هرچند محدود ولی عبادتگاه‌ها یا پرستشگاه‌ها و مدارس خودشون رو داشته باشند، ولی اونها هم با تبعیض‌های بسیاری مواجه هستند. به عنوان مثال میتونم به چند مورد از این تبعیض‌های قانونی که حتی اقلیت‌های دینی رسمی هم با اونا مواجه هستن اشاره بکنم. یکی از اونها موانع شغلی است. اقلیت‌های دینی اجازه ندارن پست‌های دولتی داشته باشن. مثلا نمیتونن قاضی بشن، سفیر بشن، وزیر بشن، ریاست جمهوری رو در اختیار داشته باشن و بسیاری مشاغل دیگر رو در اختیار داشته باشن. و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها رو تنها ویژه مسلمانان میدونه. هرچند باید تاکید بکنم که اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی بهره هستند. همچنین غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران نمیتونن استخدام بشن و مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی برن. یعنی توجه بکنید که باید خدمت سربازی مردان غیر مسلمان الزامی هست، اجباری هست، ولی همونها که زمانی که کشور دچار جنگ بشه یا به هر ترتیب دیگه ای از اون نیروها استفاده میشه برای نیروهای مسلح، اجازه استخدام در نیروهای مسلح رو ندارن. مورد دیگه موانع در ازدواج است. بر اساس ماده 1059 از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان
میتونه با زن غیر مسلمان ازدواج کنه، اما برعکس اون جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی هم مسلما به رسمیت شناخته نمیشه مگر اینکه بر اساس شریعت اسلام انجام بشه، یعنی که اونها بپذیرن که بله ما مسلمان شدیم، یا بپذیرن که در چارچوب شریعت اسلامی پیوند ازدواج اونها برقرار بشه. تبعیض در زمینه پذیرش سرپرستی کودکان هم وجود داره. اقلیت های دینی اجازه ندارن کودکی مسلمان رو به فرزندی بپذیرن. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک 2 ساله مسیحی بود که البته الان سنش بالاتر است. بر اساس حکم قاضی در دادگاه بوشهر فقط به دلیل اینکه این کودک مسلمان زاده است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمیتونن سرپرستیش رو به عهده داشته باشن و باید او رو عملا به پرورشگاه تحویل بدن. قاضی در حکمش نوشته که، یعنی تاکید کرده قاضی در این رابطه، در این مسئله، که اشاره کرده خود قاضی که رابطه عاطفی شدید بین کودک و زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی وجود داره و با بازگشت این کودک بیمار، که بیمار هم هستین باید تاکید بکنم، به پرورشگاه آینده نامعلومی در انتظار لیدیا هست و احتمال اینکه خانواده دیگه‌ای لیدیا رو به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیره 0 است. یعنی دقیقاً به این موارد اشاره شده که رابطه عاطفی شدید، آینده نامعلوم و اینکه پذیرشش توسط دیگران 0 است. خود قاضی اینا رو اشاره کرده ولی همچنان رأی دادگاه بر این بوده که باید لیدیا تحویل پرورشگاه داده بشه. در مهر ماه سال 1399 بیش از 120 نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در یک نامه سرگشاده به ابراهیم رئیسی که در اون زمان، در اون وقت رئیس قوه قضاییه بود، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدن، ولی قوه قضاییه هنوز هم هیچ پاسخی به این درخواست ها نداد. موارد خیلی زیاد هست. به دلیل کمبود وقت به چند مورد دیگه سریع اشاره میکنم از این تبعیض‌های قانونی که علیه اقلیت‌های دینی در ایران وجود داره. حجاب اسلامی میدونیم که برای تمام زنان ایران از جمله غیر مسلمانان اجباری است. مورد دیگه در قانون مجازات اسلامی ماده 310 برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشه قصاص در نظر گرفته شده، اما در همین قانون اگر مقتول غیر مسلمان باشه مجازات قاتل دیه است. من کاملا با حکم اعدام و قصاص مخالف هستم ولی این مثال رو آوردم که نشون بدین همین ماده قانونی، در همین ماده قانونی تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران وجود داره. یعنی زندگی اقلیت‌های دینی، حق حیات اونها که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر یک حق ذاتی است، طبیعی است، هر انسانی به دلیل انسان بودن باید از اون برخوردار باشه، میبینیم که وجود نداره و حق حیات غیر مسلمانان کمتر است و بسیاری موارد دیگه از جمله قانون ارث، عدم دسترسی اقلیت‌های دینی به روند عادلانه در دادگاه، روند منصفانه و موارد دیگه. آیا اصلا قانون بین‌المللی هست که جمهوری اسلامی رو ملزم کنه احترام بذاره به عقاید اقلیت‌های دینی؟ و اصلا جمهوری اسلامی تا حالا تحت فشار قرار گرفته و ملزم شده که پاسخگو باشه برای نقض حقوق بشر؟ تبعیض‌های اعمال شده توسط حکومت جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های دینی و حتی کودکان اونها سیستماتیک و ساختاری هست. جمهوری اسلامی بسیاری از اقلیت‌های دینی از جمله مسیحیان و بهائیان رو همونجور که اشاره کردم با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی با احکام دراز مدت و سنگین زندان محکوم کرده. این اتهامات سیاسی از این جهت وارد شدن تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه دینی دارن، مثل شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا احکامی مثل ارتداد و اینجور چیزها، جلوگیری به عمل بیاد.
بر اساس قوانین بین المللی از جمله ماده 18 هم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی دین و عقیده یعنی حق انتخاب و پایبندی انسان به هر عقیده و باوری که بخش ها و حقوق زیادی رو شامل میشه. به عنوان مثال حق اندیشیدن، اعتقاد و ایمان داشتن، ابراز دین و عقیده، بیان اعتقادات، انجام آیین ها یا مناسک دینی، آموزش امور دینی به کودکان و باورمندان، دعوت از دیگران، تبلیغ، ترویج آموزه های دینی در جامعه، تأسیس پرستشگاه ها و خیلی موارد دیگه، مثل حتی ترک ایمان و خروج از یک دین که این عملا از دیدگاه جمهوری اسلامی ارتداد به حساب میاد، ترک اعمال دینی، نقد تعالیم دینی، مادامی که عمل دینی او باعث سلب حقوق آزادی های دیگران و اخلال در نظم اخلاق عمومی نباشه، همه اینها هیچ موردی نداره بر اساس ماده 18 هم از اعلامیه جهانی حقوق بشر. و اینو باید اشاره کنم که بی خدایی هم یک باور هست، یعنی این حقوق شامل بی خدایان هم در این حال میشه. پس تنها اقلیت های دینی نیستن که حقوقشون پایمال میشه، حقوق کسانی که آتئیست یا بی خدا هم هستند از این نظر در واقع در نظر گرفته نمیشه و اونها هم با احکام سنگینی مثل ارتداد میتونن مواجه بشن. ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری دیگر از میثاق‌های بین المللی هست که همگی به روشنی بر حق آزادی دین و عقیده تکیه میکنه، ولی خب همونجور که اشاره شد متاسفانه این اصول در ایران رعایت نمیشه. از آغاز انقلاب 57 و حداقل از زمانی که سازمان عفو بین الملل در سال 1358 اعدام ها رو محکوم کرد، جمهوری اسلامی حقوق بشر رو غربی و صهیونیستی نامیده و این گفتمان تا امروز هم همچنان حاکم هست و فقط کافی رسانه های جمهوری اسلامی رو ببینیم یا مطالعه بکنیم و متوجه این امر میشیم. ولی حکومت ایران برای حفظ وجهه بین المللی خودش حداقل به ظاهر نمیتونه کاملا منکر حقوق بشر بشه و همچنان شعارهایی در زمینه دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی میده. خاطرتون هست حتما که در دوران روحانی در زمینه حقوق شهروندی یک کارزار خیلی وسیع به راه انداختن. پس موضع سازمان‌های مدافع حقوق بشر به عنوان چشمان نظارگر و مدافعان کرامت انسانی و همچنین رسانه‌ها، هزینه‌های منظورم از رسانه‌های آزاد هست. پس موضع سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها هزینه‌های دیپلماتیک بسیاری رو برای حکومت ایران ایجاد کرده و در مواردی حکومت ایران رو وادار به پاسخگویی و کاهش احکام زندان یا آزادی زندانیان عقیدت سیاسی کرده. به همین دلیل که حکومت ایران از خبررسانی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر بسیار ناخشنوده و از زندانیان و خانواده‌های اونها می‌خواد که این موارد رو منتشر نکنن و اونها رو با ترس و ارعاب مواجه می‌کنه. ولی توصیه من و سایر مدافعان حقوق بشر به مردم این هست که سکوت نکنن، این موارد رو گزارش بدن یا به رسانه های آزاد یا به سازمان های حقوق بشری یا به هر دو گروه. کنوانسیون ها و پیمان‌نامه های جهانی که تا به حال در زمینه حقوق بشر به تصویب سازمان ملل رسیده نقش مؤثری در شکل‌گیری قوانین داخلی کشورها و سوق دادن جوامع به سوی توسعه یافتگی داشته. پس برای ایجاد دنیای بهتر برای زیستن و کاهش رنج هموطنانمون همچنان باید در مورد حقوق بنیادین انسانها آگاهی رسانی کرد و هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی افزایش داد و فشارها رو افزایش داد. خب در این زمینه اگر که مردم کسانی که درگیر این قضایا میشن به صورت مستقیم خودشون و خانوادهشون، اگر که اینها رو ثبت کنن و دربارهش حرف بزنن و سعی کنن که پیامشون رو مخصوصا به رسانه های خارج از کشور برسونن، آیا سازمان ها گزارش های در این زمینه
منتشر میکنم به صورت مدون با توجه به اتفاقی که میفته. یعنی خانواده ها میتونن امیدوار باشن که گزارش های ثبت میشه و اگر که گزارش های اصلا ثبت شده به چه صورتی منتشر میشه و واکنش های بین المللی تا الان بهش چی بوده؟ حتما همینطوره. گزارش های زیادی در مورد زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت های دینی و سایر انسان ها در ایران، ولی چون موضوع بحث ما اقلیت های دینی هست بر روی حقوق اقلیت های دینی تاکید میکنه. پس گزارش های زیادی در مورد زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت های دینی توسط جمهوری اسلامی منتشر شده و گزارشگران ویژه سازمان ملل هم بارها به این مشکل فزاینده اشاره کردند. سایر سازمان های حقوق بشری هم مسلماً گزارش های خوبی رو منتشر کردن. اخیراً هم سازمان ماده 18 که در زمینه آزادی دین و عقیده فعالیت میکنه، ششمین گزارش سالانه خودش در مورد وضعیت مسیحیان ایران رو با همکاری سه سازمان جهانی حقوق بشری به نام Middle East Concern یا MEC و سازمان Open Doors یا درهای باز و سازمان همبستگی جهانی مسیحیان در تاریخ 30 بهمن ماه 1402 منتشر کرد. این گزارش در پارلمان بریتانیا با میزبانی فیونا بروس، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور آزادی دین و عقیده و جمعی از نمایندگان پارلمان، خبرنگاران، مدیران سازمان‌های مردم نهاد رونمایی شد و در اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل هم قرار گرفت که اونها هم در گزارشات خودشون به این گزارش سازمان ملل در سالهای گذشته ارجاع دادن و باز هم ارجاع خواهند داد. و این در مورد سازمان سایر سازمان‌های حقوق بشری قابل اعتماد هم صدق می‌کنه. بر اساس این گزارش سرکوب و نقض حقوق مسیحیان به ویژه نوکیشان در سال گذشته میلادی ادامه داشته و شمار مسیحیان دستگیر شده نسبت به سال 2022 میلادی از 134 تن به 166 تن افزایش پیدا کرده. 22 مسیحی هم با احکام قضایی از زندان گرفته تا شلاق و یا مجازات‌های دیگه مثل جریمه و خدمات عمومی برای کندن قبر حتی روبرو شدند و از این تعداد 21 مسیحی در زندان محبوس مونده. باید اشاره بکنم که هر جا که صحبت از آمار و ارقام میشه، چه در اخبار چه در گزارش های حقوق بشری، نباید فراموش بکنیم که هر یک از این عددها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده اوست که رنجهای بسیاری رو تنها به دلیل داشتن باوری متفاوت متحمل شده. پس نباید، همگی باید دست به دست هم بدیم و نباید اجازه بدیم که تک تک اونها تنها به یک شماره تبدیل بشن. از این هم در واقع از گزارشی هست که ما سازمان ماده 18 هستش، در واقع نسخه فارسی و همچنین در واقع نسخه انگلیسی که بر روی وبسایت سازمان ماده 18 هم قابل دسترسی است. باید اشاره بکنم که داشتن چند نسخه از کتاب مقدس مسیحیان دلیل بیش از یک سوم از این دستگیری ها بوده، چیزی که ممکنه در سایر کشورها اصلا قابل باور نباشه. این گزارش بر روی قربانیانی تمرکز داره که نام و چهره اونها ناشناخته مونده و همین دلیل این گزارش قربانیان بی چهره و همچنین نقض حقوق مسیحیان در ایران نامگذاری شده، چرا که بسیاری از مسیحیان به ویژه نوکیشان که قربانی سرکوب میشن به دلایل گوناگون از جمله ایجاد فشارها و تهدیدهای امنیتی برای خود و خانوادهشون ترجیح میدن که ناشناس باقی بمونن. در پایان نویسندگان این گزارش با ارائه مطالبات و خواسته های خودشون در واقع از جامعه بین المللی خواستن که حکومت جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه و این گزارش دستیابی مسیحیان و سایر اقلیت های دینی به حقوق شهروندی و انسانی رو در چارچوب اجرایی شدن آزادی های مدنی و حقوق بشر برای همه شهروندان ایرانی دونسته. در ایران تمامی اقلیت‌های دینی از جمله ادیان غیر رسمی باید در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت شناخته بشن و تمامی زندانیان عقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد بشن تا اونا هم بتونن از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون برخوردار بشن، فارغ از قوم و نژاد و باور
ایران متعلق به همه ایرانیان است. به نظر من مهمترین کار برای بهبود وضعیت اقلیت های دینی و همچنین اتنیکی و سایر اقلیت ها این است که فارغ از قوم و نژاد و باور همه دست به دست هم بدیم و با صدای رسا از همدیگه حمایت کنیم و مطالباتمون رو بیان کنیم. هیچ ایرانی ایرانی تر از دیگری نیست و نباید اجازه بدیم مفاهیمی اصیل مانند همبستگی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و ایران دوستی کمرنگ بشن یا از مردم ما ربوده بشن. ممنون از شما.